سلام علیکم رفقا، اگه میخواین با کمترین هزینه ممکن یه تلویزیون درست حسابی برای پلی‌استیشن 5 یا ایکس باکس سری ایکس بخرید، کیوند 80 LG رو توی گزینه‌هاتون داشته باشید. این چیزی که الان گفتم این یه خلاصه بود از محصولی که پشت سر من دارید می‌بینیدش. به ویدیو بررسیش خیلی خوش اومدید. آقا این روزا هر جایی رو شما نگاه بکنی دارن درباره AI صحبت میکنن. قبلا هوش مصنوعی به کامپیوترها و گوشی‌های هوشمند محدود بود، ولی این روزا حتی سرویس‌های بهداشتی هم از AI بی‌نصیب نموندن. در نتیجه عجیب نیست اگه درباره تلویزیون‌های مجهز به هوش مصنوعی صحبت بکنیم. مثل تلویزیون سری کیوند 80 LG که یه تلویزیون 4K با تکنولوژی کوانتوم داته که برنده جایزه نوآوری نمایشگاه CES 2022 هم شده. بچه‌ها کیوند 80 یه تلویزیون 4K IPS LCD با فناوری کوانتوم داته که 120 هرتز و پورت HDMI 2.1 داره و با کنسول‌های نسل 9 هم کاملا سازگاره. تو بازار ایران میتونین این تلویزیون با ابعاد 55, 65, 75 و 86 اینچی پیداش بکنید. الان که داریم ویدیو رو ضبط میکنیم مدل 55 اینچی زیر 40 میلیون تومانه و مدل 65 حدود 5 میلیونه. اما ما اینجا مدل 75 اینچیش رو داریم که برای اتاقهای پذیرایی نسبتاً بزرگ مناسبه و قیمتش حدود 80 میلیون تومانه. آقا شاید بپرسید چه میدونم به حساب مثلا هوش مصنوعی توی تلویزیون چه کار خاصی میتونه انجام بده؟ بچه‌ها خیلی چیزا، مثلا همین مدلی که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم یه لیست خیلی طولانی از ابزارهای هوش مصنوعی داره، مثل AI Acoustic Tuning برای تشخیص فاصله بیننده تا تلویزیون و تنظیم صدا بر اساس این فاصله، AI Up Scaling و AI Picture Pro برای افزایش کیفیت تصویر، AI Sound Pro برای تنظیم خودکار صدا بر اساس محتوایی که در حال پخشه، نمیدونم AI Brightness Control برای تنظیم میزان روشنایی صفحه نمایش بر اساس نور محیط. ببین خیلی چیزا هست. خب برای خیلی ها داشتن همین قابلیت هوشمند توی تلویزیونی که برند LG هم روش خورده واسه انتخاب کافیه دیگه. ولی تلویزیونی کیوند LG ویژگی‌های دیگه‌ای هم داره که میتونه افراد سختگیرتر رو هم قانع بکنه. بدیهی ترینش که شاید مهمترینشون هم باشه همین تکنولوژی کوانتوم داته که حالا با فناوری نانوسل LG ترکیب شده تا این مدل به بهترین و جدیدترین تکنولوژی‌های این شرکت کره‌ای مجهز بشه. حالا اگه تا حالا درباره کوانتوم دات نشنیدید بعد بگم کوانتوم دات یه نانو ذره ایه که خواص نیمه رسانا داره. وقتی به این ذره ها نور تابونده بشه هر کدوم از این ذره ها که ابعادشون بین 2 تا 10 نانومتره میتونن از خودشون نور رنگی منتشر بکنن. ذره های بزرگتر رنگ های نزدیکتر به طیف قرمز و ذره های کوچکتر رنگ های نزدیکتر به طیف سبز. اینطوری میشه تو تلویزیون های LCD که از چراغ های LED به عنوان منبع نور استفاده میکنن رنگ های عمیق‌تر و غنی‌تر گرفت که طیف رنگی کامل‌تری رو نسبت به تکنولوژی‌های قدیمی پوشش میدن. تکنولوژی نانوسل هم که از نانوذرات برای فیلتر کردن ناخالصی‌های رنگی استفاده می‌کنه. حالا با کنار هم گذاشتن این ویژگی‌ها می‌تونید نتیجه بگیرید که رنگا توی این تلویزیون کیوند 80 LG چقدر جذاب دیده میشن. حالا این حرفایی که زدم خب درباره کیفیت رنگا بود. درباره کیفیت محتوا و جزئیات تصویر چی داریم؟ تکنولوژی دیمینگ پرو بازم با استفاده از هوش مصنوعی میاد و سوژه های تصویر در حال پخش رو تشخیص میده. بعد اطلاعات سوژه رو به پردازنده تلویزیون میفرسته تا عملیات دیمینگ یا همون خاموش کردن یا کم نور کردن پیکسل ها متناسب با سوژه انجام بشه. نتیجه این عملیات بچه تصاویر طبیعی تر و شارپ تره. برای اون رفقایی که هنوز قانع نشدن که این تلویزیون یه چیز دیگه است، بعد بگم کیوند 80 از HDR10 پرو هم پشتیبانی میکنه که خود LG توسعه داده و تجربه تماشای ویدیوهای HDR رو چند پله ارتقا میده. میتونید فیلم ها رو توی یه حالتی به اسم فیلم میکر مود ببینید که میاد دقیقاً همون تنظیماتیه که کارگردان یه فیلم در نظر گرفته روی تلویزیون اعمال میکنه تا فیلم رو همونطوری که ببینید که کارگردان میخواسته شما ببینید. خیلی باحاله. مناسب گیمینگ هم هست، از AMD FreeSync و HDMI 2.1 پشتیبانی میکنه. نرخ نورسازی تصویر 120 هرتز. پس یه گزینه فوق العاده جذاب واسه رفقایی که کنسولای نسل 9 پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس سری ایکس دارن. از طرف دیگه اگه استودیوهای بازی‌سازی با LG همکاری کرده باشن، تلویزیون استاندارد HGIG رو هم داره که معنیش کیفیت بهتر و پشتیبانی از HDR تو بازی‌هاست. از نظر طراحی جان خاموش شدی؟ بله. از نظر طراحی نمیشه گفت که اون شاهکارهای کره‌ای ها مثل تلویزیون های سری سیگنچر رو میبینیم، ولی
همین طراحی بدون ریسک میتونه مورد پسند همه باشه. فریم فوق‌العاده نازک طراحی شده و تقریبا همه نمای روبروی تلویزیون رو نمایشگرش میپوشونه. در نتیجه اگه تلویزیون به دیوار وصلش بکنید و دیوار پشت هم مثلا تیره باشه، میتونید قاب رو اصلا ناپدید بکنید، اصلا چیز باحالی میشه، ترکیب جالبی میشه. اگه بخواید تلویزیون رو روی میز بذارید، مثل کاری که ما کردیم، یکی از بزرگترین انتقادهای کاربر از سریای قبلی رو برطرف کرده الان و به جای پایه هلالی شکل مرکزی دو تا پایه درست حسابی واسه کیون 80 گذاشته، اینجوری به نظرم قرص محکم‌تره. حالا با همه این حرفا بعضیا تا عدد نمیدن راضی نمیشن. اگه دنبال عدد این حد اکثر روشنایی تلویزیون موقع پخش ویدیوهای عادی تا 900 نیت میره بالا و اگه ویدیوی HDR تماشا کنید روشنایی تا 1000 نیت هم میرسه. تلویزیون های IPS LCD بچه ها معمولا کنتراست بالایی ندارن، اما این تلویزیون به لطف روشنایی خیلی خوبش و فناوری کوانتوم دات سطح کنتراست معقولی داره. رنگ مشکی به اندازه تلویزیون های IPS LCD به خاکستری نمیزنه و زاویه دید تلویزیون هم وسیعه. کیون 80 رنگای خیلی زنده و جذابی تولید میکنه. تلویزیون تونست توی تست های ما تا 90% فضای رنگی گسترده DCI-P3 رو با دقت خیلی خوبی پوشش بده و از اونجایی که کیون 80 از استاندارد HDR10 هم پشتیبانی میکنه، برابر این تجربه خیلی خوشایندی از تماشای فیلم های HDR شما خواهید داشت. آها، اسپیکراش هم بگم معرکه بود بچه‌ها. خروجی صدای اسپیکرها در مجموع 40 واته و اسپیکرها به سمت پایین صدا رو پرتاب میکنن. به جز ویژگی‌های هوشمندی که قبلا دربارشون صحبت کردیم، صدای 2.2 کاناله رو هم به لیست امکانات این تلویزیون اضافه بکنید. کنار تلویزیون 4 تا پورت HDMI داریم که دوتاشون HDMI 2.1ه، یه دونه پورت USB هم کنارشون میبینیم، پشتش در واقع یه دونه USB دیگه به همراه پورت LAN، ورودی RF و SPDIF یا همون خروجی اپتیکال صدا، امکانات ارتباطی هم بلوتوث نسخه 5 و وایفای، رابط هوشمند LG ThinkQ، پشتیبانی از اپل AirPlay، سیستم عامل WebOS و پردازنده هوشمند نسل 5 آلفا 7. اینا دیگه تکمیل کننده فهرست مشخصات کیوند 80. اگه هم درباره نقاط ضعف از من بپرسید، به نظرم بزرگترین نقطه ضعف این تلویزیون سیستم عاملشه. البته خیلی با وب او اس اوکی ان، مشکلی ندارم و کاربرای ایرانی هم که به یه سری اپلیکیشن پرکاربرد روی وب او اس دسترسی دارن، ولی خیلی خوشحالتر میشد این واقعیت اگه میتونستیم از اندروید استفاده بکنیم. قیمتش هم که مشکل LG نیست دیگه، ما مشکل خودمونه دیگه، نمیتونیم خیلی به عنوان مشکل بشه شد. دمتون گرم که تا آخر ویدیو بررسیش با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید در موردش بیشتر بدونید و مشخصات فنیش رو کامل تر بخونید، حتما یه سری به بررسی متنیش در سایتمون بزنید. همین، حرف دیگه نمیمونه. مراقب خودتون باشید. خیلی مخلصیم.